سلام بچه ها، خوبی؟ روبراین؟ روبراشتین؟ عالی، توپ خفن؟ چه خبر؟ فردا چه خبره به نظرت؟ من که عالی، اصلا شک نکنید. آسون ترین ریاضی تاریخ زندگیتون خواهد بود. آسون تر از 90ش، حتی آسون تر از 90، آسون تر از همه چی. نازنین شیخ، نازنین شیخ، استرس نداشته باش دختر، اصلا 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 نکنید. من یه دونه 99 حل کردم اگه یادتون باشه، خب جلسه پیش، بعد الان میخوام 96 حل کنم، بعد شما میتونید به 97 98 هم خودتون حل کنید و ببینید مثلا در این 4 سال خب حتی سبک سوال عوض نشده. نگاه کن، من فقط شما من نشون بدم، ما این مدلی داشتیم الان داریم، نماد علمی داشتیم داریم، تعریف شدگی داشتیم، عبارت گویا داریم، جای خالی هم نشتی داشتیم، اینجا هم داریم، درجه داشتیم، اینجا هم داریم، من نمیدونم اشتراک و اجتماع و کم کردن اینا رو اونجا داشتیم، اینجا هم داریم، درسته؟ بعد نه دقیقا همین توی 99 اومده، توی 96 هم اومده، اینو توی 99 داشتی، توی 96 هم بود، روی محور نشون بدید توی 99 بود، توی 96 هم هست، نمیدونم گویا کنیم بود، اینجا هم هست، اینو به ساده‌ترین حالت بنویسی، توی 99 بود، اینجا هم هست، اتحاد معروفی که بهتون گفتم حفظ کنید یاد بگیرید هست، اتحاد مزدوج بود هست، تجزیه بود هست، نامادر ببینید همونه، فقط عدداش عوض شده. هرگی میگه سخت، هرگی میگه من اون نمونه سوالا رو ندارم، اگه داریم بعد برام بفرست، همه رو حل میکنم، همه رو حل میکنم، همه رو حل میکنم. پس میخوام بگم آقا سوالا مشابهه، دقیقا هر چی که من میگم، هر چی که حل میکنم، حداقلش، حداقلش 15 نمرش این همین هست. پس هر کی بهتون میگه ریاضی فردا سخته، فقط میخواد رویتون رو تضعیف کنه، یادتون باشه شما دارین کلاس کسی هستین که خودش ریاضی رو قورت داده اینجا گذاشته، شما الان دارین با من درس میخونید، متوجه این؟ یه فرقی باید با حالات قبلت بکنی، یه فرقی باید تو با بقیه کسایی که اینجا نیستن بکنی دیگه، درسته؟ پس فردا ریاضی آب خوردن شک نکن. من امتحان نهایی سال 12م رو از 20 نمره 19.75 صدمش رو پارسال پیش بینی کردم و همونا اومدن، 25 صدمش فقط نگفتم، 25 صدم از یه جای کتابات بچه‌ها بلد بود. پس دیگه به این موضوعات فکر نکن، هر چی که من میگم رو الان خوب گوش بده، هر چی که من میگم رو الان خوب گوش بده. حالا اینجا گفته مجازه، ولی ماشین حساب مجاز نیست معمولا بچه‌ها، شما به فکر ماشین حساب نباشید. بریم ببینیم چه خبره. سوال یک میگه قسمت هاشون خورده در نمودار ون مقابل را میتوان به صورت آ اجتماعی بی نشون داد. آقا آ اینه، بی اینه، این وسط هم آ هم بیه، این قسمت میشه آ اشتراک بی، ولی این گفته بی اجتماعی آ، پس ایشون چیه؟ غلط، غلطی یا غلطی. حل خب، عدد 17700 متناوب، میگه عددی گنگ است، عددی گنگ است. بچه ها نها کنید، اعداد متناوب حاصل تقسیم دو تا عدد هم. حاصل تقسیم دو تا عدد صحیح هن. پس هیچ وقت گنگ نمیشه، ایشون هم غلطه.
خب بریم بعدی. میگه درجه تک جملگی ایشون نسبت به همه متعدد نزدیکش کنه، اینو نظرتون چیه؟ بیا اینجوری بهتر. درجه تک جمله‌ای ایشون نسبت به همه متغیرها شیشه. نسبت به چی؟ همه متغیرها. خب ایشون که 3، ایشون که 2، ایشون هم که 1، ما با هم دیگه جمع کنیم میشه 6 دیگه. پس ایشون درست. دو خط ایشون و ایشون با هم موازی هستند. خب بچه‌ها موازی بودن چی بود؟ شیبه خط‌ها با هم دیگه برابر بشه. شیبه خط چی میشد؟ ضریب x شما زمانی که ضریب y چی باشه؟ 1 باشه. خب اینجا ضریب y 1، اوکی پس شیبه چند اینجا؟ 2. اگه ایشون هم شیبش 2 باشه پس این دوتا موازی هن. به حالت استاندارد تبدیل کن، y رو نگه دار، منفی 2x بر اون ور، میشه 2x به علاوه 5. قبول؟ پس شیبه خط چنده؟ 2. 2 و 2 با هم دیگه چی هن؟ موازی هن. حله؟ خوبی؟ خب بریم بعدی. میگه جدول زیر را کامل کنید. جدول زیر را کامل کنید. خب بیاین دوستان. میگه مجموعه آ صفر و تهی دارای جای خالی عضو میباشد. خب داره چند تا عضو؟ بگید ببینم چند تا عضو؟ بگید 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 همه بگید همه بگید. باریکلا 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 ماشاءالله. دوتا درسته؟ ایشون 1، ایشون. خب بریم بعد. در دو شکل همنهشت نسبت تشابه برابر عدد چیه؟ باریکلا بگید 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 بگید. فردا همه تون 20 اینا، اونایی که امتحان دارن فردا همه 20 اینا. 1. آفرین. ج. چی میگه؟ میگه از برخورد دو خط y مساوی است و x مساوی منفی 2 یه نقطه پدید میاد. اون نقطه چقدر؟ خوب دقت کنید بچه‌ها. فکر کنید که خط گفته چی؟ y مساوی است. یه خط این شکلی y مساوی است و یه خط هم گفته x مساوی منفی 2 تو قسمت منفی هم. اینا یه نقطه هم دیگر قطع میکنن دیگه. تو این نقطه که هم دیگر قطع میکنن ایشون میشه y‌ش، ایشون میشه x‌ش. درسته؟ پس میشه نقطه ای به x منفی 2 و y چند؟ 3. یه دونه باشین یه دونه باشین تکیم به خدا. عبارت گویا به ازای x مساوی این تعریف نشده است. خب معنی تعریف شدگی یعنی چی؟ توی کسر من مخرجم نباید صفر باشه. درسته؟ حالا این میگه تو یه نقطه تعریف نشده است. پس مخرج من چیه؟ صفره. درسته؟ پس مخرج من چیه؟ صفره. خب x رو به دست بیاره. یه معادله میخوام حل کنم دیگه. 2x مساوی 16 x میشه 16 دوم که میشه چند؟ 8 میشه 8. ذهنی هم میتونه سه حساب کنی. جای x چی بذاریم که بشه 16 بین 16 بشه 0 8 دیگه. اوکی؟ میگه نمایش عدد زیر را به صورت نماد علمی مشخص کنید. به صورت چی بس؟ نماد علمی. خب نماد علمی چی بود بچه ها؟ نماد علمی این بود که آقا تا یه دونه عدد و بعدش رو میذاریم میشه 7 ممیزه 32. درسته؟ ضرب در حالا 10 توان این 10 مهمه. اگر این صفر را جلوش بودن به توان عدد مثبت میشه. حالا صفر رو پشت این اعدادن، میگی 1 میگی 2 7 هم که اومده اینجا میشه 3. 3 تا اومده جلو پس میشه 10 به توان منفی 3. پس 7 و 32 ضرب در 10 به توان منفی 3. کی میگه 4؟ اشتباه کردی. باریکلا پانیز. میگه عبارت این با کدام یکی از عبارت‌های زیر برابر است؟ خب نگاه کنید بچه‌ها، یا میتونید اینا رو هر کدوم رو ساده کنید ببینید کدوم میشه این، یا میتونید یه کاری کنید یه عدد دلخواه بدید دیگه. قبلا بهتون گفتم مثلا چند بدیم آقا؟ به این آ بدیم 1، به آ چند بدیم 1؟ 2 منها 1 چند میشه؟ 1. 1 به علاوه 5 میشه 6. به پایینیا 1 بده ببین کدوم میشه 6. 1 منها 2 میشه منفی 1، این میشه منفی 1 6م. غلط. 2 منهای 1 1 اینجا هم 1 بدی میشه منفی 6. غلط.
یک منهای دو منفی یک، منفی یک و منهای پنج میشه منفی شش، منفی در منفی میشه یک ششم. این درست حله؟ اوکی. آخه دو منهای یک پنجم یعنی دو منهای یک پنجم میشه نه پنجم، چجوری با اون برابره؟ شما میگین دار، این غلطه. اوکی اوکی بچه ها، اوکی همه اینجا بینه، همه اوکی باریکلا باریکلا باریکلا. سی میگه کره به شای آر در استوانه محاط شده، یعنی چنین یه استوانه وجود داره که کره داخلش. حله؟ خب ارتفاع استوانه میگه کدومه؟ آن ها کن این یعنی استوانه، خب کوچیک بکشم اینجا که مشخص شد. وقتی میگه محاط شده یه کره وجود داره مثلا این شکلی، درسته؟ خب ارتفاع استوانه چی میشه؟ میشه قطر این کره دیگه. حله؟ خب قطر کره چی میشه؟ اگه شاش آر باشه قطر کره میشه دو آر دیگه، بس جواب میشه گزینه دو. اینا غلط. حله؟ حله؟ سوال میکنم جواب میدین دیگه. باریکلا باریکلا. خب حالا این نمودار به ما داده، ایشون یه نمودار داده، میگه با توجه به نمودار ببین کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است، یعنی درست نیست. آقا عدال میخوام شروع کنم. بی زیر مجموعه ام، زیر مجموعه ام این مستطیل است، ب چی این دایره است، ب داخل ام دیگه، پس بی زیر مجموعه ام این درست. بیاین یکی آ زیر مجموعه ام، خب آ هم که این داخلشه درست. ام میگه زیر مجموعه ب نیست، درسته. ام هیچ وقت نمیتونه زیر مجموعه ب باشه. و الف آ گفته زیر مجموعه آ اشتراک ب، آ اشتراک ب کجا میشه؟ اینجا میشه اینجا، درسته؟ این قسمه. خب تو این قسمت آ که نمیتونه زیر مجموعه کوچیکه باشه، بس این غلط. خب بریم سوال بعدی، من سوال بعد میگه اگر آ این باشه ب این باشه سه این باشه، عبارت های زیرا تکمیل کنی. بی منهای آ یعنی چی؟ نه این یعنی چی؟ این یعنی آ نباشه فقط بی باشه، پس آ نباشه فقط بی باشه. خب این آ و بی چیا از آ توی بی هستند؟ هفت و هفت دیگه، درسته؟ پس فقط 3 و 5 میشه جواب، آ رو ازش برداشتیم. خب بی اشتراک سی قبوله، اشتراک بگیر آقا نها کن با یه رنگ دیگه. ایشون 8 و 7 داره، ایشون هم 8 و 7 داره، اشتراکشون چی میشه؟ بس 8 و 7 قبوله؟ قبوله؟ میگه جای خالی را در مجموعه هایی طوری پر کنید که مجموعه ها برابر باشند. آقا مجموعه برابر باشه یعنی چی؟ یعنی عضوه هاش چی باشن؟ چی نوشتم واقعا؟ یعنی عضوه های آن دو برابر باشند. قبوله؟ خب آقا این دو سوم خب رادیکال 4 نهم هم میشه 2 3 این اینو داره. منفی 5 دهم که ساده کنی میشه منفی 1 دوم، ایشون هم منفی 1 دوم داره، بس اوکی. 5 به توان 2 25، این 25 نداره، بس این جای خالی میشه 25. ایشون 7 داره ایشون نداره، بس این جای خالی میشه 7. سوال قبلی چی؟ آه سوال قبلی آه اشتراک سی گرفتن. آره آره آه اشتراک سی گرفتن. بیا بیا اشتراک سی چی میشه؟ فقط میشه 5 و 7. باریکلا 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 که حواست. خب این از بریم بعدی. آقا چی میگه؟
میگه در جعبه 4 مهره قرمز، 5 مهره آبی و 2 مهره سبز موجود است. یک مهره به تصادف خارج میکنی. چقدر احتمال دارد که این مهره سبز یا قرمز نباشد؟ سبز یا قرمز نباشد. بچه ها خوب گوش بدید. احتمال شما تو سال چندم خوندید؟ این بر هست دیگه، سمت چپش هست. احتمال تو سال چندم خوندید؟ هشتم دیگه، درسته؟ این حل کنید ببینم. پنج حل کنید، همه پنج حل کنید. بجم همه پنج حل کنید. حل کن. نه. آقا خیلی راحته. نگاه کن، میگه مهره سبز یا قرمز نباشه. خب قرمز نباشه، سبز هم نباشه، چی میمونه؟ فقط آبی میمونه دیگه، میشه 5 یا حله. حالا بعد بیاین تو سال دهم، بعد بهتون یاد میدم اینا چجوریه. فعلا با همین اطلاعات یاد بگیرید. سال دهم هم چیزای خفن داریم. مثلا میگه ما یه مهره داریم، میندازیم مثلا توی کیسه ای، بعد از کیسه دیگه اون مهره رو برمی‌داریم میندازیم داخل کیسه دوم. حالا چقدر احتمال داره که مهره اول سفید باشه، مهره دوم مثلا سیاه باشه؟ خب یا مثلا میگیم سه تا ظرف داریم، به طور تصادف مثلا یه دونه رو انتخاب می‌کنیم، با چه احتمالی مثلا از بین این مهره‌ها این سه تا مهره‌ای که آوردیم بیرون دوتاش قرمزه یه دونش آبیه، یا حداقل مثلا یه دونه آبیه. اینا رو بعد همه رو به تو یاد میدم. باریکلا پانیس بلدی دیگه. خب یه اینجا میگه بین رادیکال 3 و 4 یک عدد گنگ بنویسید. آقا رادیکال 3 دارم، اینم رادیکالیش چی میشه؟ میشه رادیکال 16 دیگه، قبوله؟ خب بین رادیکال 3 و رادیکال 16 عدد گنگ بنویسید. یه دونه چی مثلا؟ رادیکال 13، درست. چی مثلا؟ رادیکال 14. چی مثلا؟ رادیکال 10. چی مثلا؟ رادیکال 7. این همه عدد گنگ است دیگه. اوکی، بس هر کدوم بنویسی چیه؟ درست. بریم به میگه مجموعش روی محور نشون بده. گفته x های کوچیک‌تر مساوی -2. یعنی آقا این اگه محوره از -2 شروع شه، از -2 شروع شه، بره تا کجا؟ -بی‌نهایت. قبوله؟ پس این -2 بره تا -بی‌نهایت، همچنین ادامه دار باشه. خود -2 چی؟ باشه یا نباشه؟ خب مساوی داره دیگه، باش. پس اینم توپو سوتی ندی ها، این حواست باشه توپو رو تو خالی بودنش. حاصل عبارت مقابل رو میگه به دست بیارید. ایشون همیشه یه سواله، یا اینجوری میدن یا اصلا اینو داخل قدر مطلق میدن، هر چیزی. نکته که باید بدونین اینه که آقا اگر رادیکالی با فرجه زوج داری و اون توانش با فرجه برابره و تو میخوای اون عبارت رو بیاری بیرون، اون عبارت با قدر مطلق میاد، درسته؟ پس این الان اینجا دوه دیگه، این دو با این دو بره، ایشون با قدر مطلق میاد بیرون. حالا داخل قدر مطلق مثبت یا منفی؟ بگید ببینم مثبت یا منفی. بجام باریکلا داخل قدر مطلق منفیه. خب وقتی داخل قدر مطلق منفی میشه، قدر مطلق کارش چیه؟ مثبت بکنه دیگه، درسته؟ پس قرینه عبارت میاد بیرون، پس میشه چی؟ رادیکال 10 منهای 1. حالا مهم نیست چی میشه. سوال هر سال و تکراری. 99 بود، الان تو 96 هم هست، تو 97 و 98 هم مشابه همه میاد دیگه، میاد. حالا ممکن تو 99 این اومده، دقیقا این عدل یه دونه همینجوری میاد. خب نگاه کن،
میگه این دوتا مثلث، دوتا مثلث ایجاد شده، آدی و بی سی مماسن. حالا نشون بدید که آدی و بی سی با هم دیگه برابرن، درسته؟ خب خوب دقت کن آقا، من دوتا مثلث دارم او بی سی، یه مثلث دیگه دارم او آدی، درسته؟ بیا اینجا این نقطه او رو ببین، دوتا رأس به هم دیگه رسیدن دیگه، متقابل به رأس، درسته؟ پس اینو اگه من بذارم یک، اینو بذارم دو، او یک مساوی او دو. حالا این قسمت شعاع دایره است، این قسمت هم شعاع دایره است و شعاع با هم دیگه برابرن دیگه، پس او آ مساوی او ب. این هم از قبوله؟ خب حالا آقا این زاویه نها کن، بهش میگن زاویه ضلی دیگه، درسته؟ 90. بهش میگن زاویه ضلی 90. زاویه ضلی چی میشه؟ زاویه ضلی میشه کمان مقابلش تقسیم بر چند؟ 2. الان این ABC رو ببین، ABC کمان مقابلش 180 تقسیم بر 2 میشه 90. حالا BAD رو ببین، زاویه ضلی کمان مقابلش 180 تقسیم بر 2 میشه 90. پس AB برابر چی هست؟ 90. حالا میتونم چی بگم؟ این دوتا مثلث او بی سی هم نهشته با مثلث او آدی. خب وقتی با هم دیگه هم نهش باشن، وقتی با هم دیگه متشابه باشن، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که تمام اضلاعشون نزدیک به نزدیک با هم دیگه برابرن. یعنی الان تو میتونی چی بگی؟ میتونی بگی که بی سی مساوی آدی، همینی که از ما خواسته. حالا چیزهای دیگه بخواد، آقا آدی مساوی OC، میتونی بگی زاویه C1 که این باشه با زاویه D1، اینا همه با هم دیگه چی هم؟ برابره. هر کدوم بخواد تو باید از تشابه دوتا مثلث بشه. حل؟ آره. این بر اساسش هم بنویس، دو زاویه و یه زد. بریم سوال عشق، گفته حاصل عبارت ازی رو به دست آورید. خب به دست بریم ببینیم. آقا 20 رو به صورت ساده تر بنویسیم چی میشه؟ میشه 3 ضرب در 4 ضرب در 5. دیگه از این ساده تر که نمیشه. منفی 45 چی بنویسیم؟ 9 ضرب در 5. حالا جذر رادیکال 4 چنده؟ 2. 2 3 تا 6 تا. پس میشه 6 رادیکال 5. جذر 9 چنده؟ 3. میشه منهای 3 رادیکال 5. این دوتا رو از هم دیگه کم کن ببینم، 3 رادیکال 5. حل؟ اوکی. چطوره؟ چطوره سوال؟ همش همینه. 99 تو کانال هست، برو نگاه کن، همینه. هیچ قرار نیست هیچ چیز عجیب غریبی سوال بیاد، همینا سوال میاد. همشون هم مثلا راه حلش مثلا یه خط نیم خط. فامیلی من جدیدی هستم، چطور نمیدونه اسم من آخه؟ بله همه راحت حل میشه، منم خوشبختم دوستان. خب بله بله بله، این PDF اینم تو کانال میذاری، PDF اینم تو کانال میذاری. خب من این موقع بدل سوارز بودم، من نمیشنسی. خب آقا بیا اینجا، میگه اینو ساده کن. خب خوب نگاه کن، این توانش منفیه، درسته؟ اینو بیارم تو مخرج توان بشه مثبت، میشه M به توان 6 بر روی M به توان 3 ضرب در M به توان 2. آقا پایه ها مساوی هن، توان ها با هم چی میشن؟ جمع میشن. پس M به توان 6 بر روی M به توان 5. حالا ایشون با یه دونه این 6 تا میره، یه M باقی میمونه، پس جواب چی میشه؟ M. خب کسر زیرا گویا کنید. آقا تک جزئیه، توضیح دادم بوده، من داره نزدیکش کنم.
تک جزئیه. قبوله؟ خب نمیخواد، توانشو نمیخواد. دوست داشتی هم بذار، فرق نمیکنه. تک جزئیه با فرجه 5. ایشون فرجه چنده؟ 2. من برای اینکه بتونم این رادیکال رو بردارم، باید عبارت زی رادیکالم توانش با فرجه چی بشه؟ توانش با فرجه چی بشه؟ توانش با فرجه چی بشه؟ باریکلا. بگو ببینم. بگو بگو بگو. همه بگید. همه بگید. باریکلا. برابر بشه که بعد بتونم سادهش کنم. پس میگم آقا 3 بر روی رادیکال A2 با فرجه 5 ضرب در رادیکال A با فرجه 5. حالا توان A چی باشه که با این دو جمع بشه بشه 5؟ باریکلا. باریکلا. بگید. همه بگید. همه بگید. باریکلا. میشه چند؟ 3. پس اینجا هم چی میشه؟ A به توان 3 با فرجه چی؟ 5. حالا 3 و 2 با هم دیگه جمع بشه میشه 5. با این 5 از بین میره، اینجا میشه A. بالا هم که چی شده؟ 3 رادیکال A با فرجه با به توان 3 با فرجه 5. حله؟ خب اتحاد معروف است دیگه. چی؟ فرجه رو توان 3، توان 3 نکردم فرجه رو، فرجه همون 5ه. زی رادیکال همون یه عبارتی گذاشتم با توان 3 که بعد با اون 2 جمع شه بشه 5. 5 و 5 بزنیم بره. اتحاد مربع دو جمله ای گفتم حفظ کنید اینو یادتونه، دقیقا همینجوری اومده. چی میشه؟ اولی به توان شما حفظ اینا 4x2 به علاوه 4x به علاوه 1، اینو باید حفظ کنید. اینا اتحاد معروف های مربع رو برید حفظ کنید، تو کانال هست جز باش. خب بیا یکی این 10 به علاوه x رو بنویس x به علاوه 10، مگه فرق میکنه؟ x منهای 10 x به علاوه 10، مثبت منفی، منفی مثبت، دو تا عبارت یکسان، موز دیگه، اتحاد موز. درسته؟ میشه چی؟ x2 منهای چی؟ 100. اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. بچه‌ها چه رشته ریاضی، چه رشته تجربی بخواید سال دهم برید، باید نمره ریاضیتون خوب باشه. اصلا نمره ریاضی پایین باشه تجربی رفتن اشتباهی. نمیدونم شما 3 سال دیگه قرار کنکور بدید. 3 سال دیگه قرار کنکور بدید. زیست و شیمی همه باید بخونید. همه میخونید. باید بخونید. جزء واجباته. ولی میدونید چی رتبه شما رو جابجا میکنه؟ ریاضی و فیزیک. ناگهان شرط لازم برای تجربی رفتن و قبول شدن پزشکی زیست و شیمیه. ولی کافی نیست. کافیش میشه کجا؟ ریاضی فیزیک. اگه شما ریاضی فیزیک دو تا رشته تجربی بالا بزنی 100% پزشکی قبول میشین. باری کلا پا نیست. آفرین. سال دیگه جایزه میگیری. سال دیگه هر آزمون رو 100 بزنی جایزه میگیری. دوره اول من کار ندارم. دوره دوم هر آزمونی که دادی ترجیحاً قلمچی بدی 100 بزنی جایزه بگیری. خب بریم بعد. آقا میگه تجزیه کن به کمک اتحادها. خب نگاه کن، دو تا عدد پیدا کن ضربش بشه 6. چیه؟ یا 2 ضرب در 3 یا منفی 2 ضرب در منفی 3. درسته؟ یا 6 ضرب در 1 یا منفی 6 و منفی 1 دیگه، غیر از اینا که نیست. درسته؟ حالا جمع کدوم میشه منفی 5؟ منفی 2 و 3. درسته؟ پس میگیم آقا ایشون میشه x منهای 2 ضرب در x منهای 3. کلاس تا 6ه. بیا یکی الان بیاد بنویسه کتاب چی بگیریم وسط درس. عادت دارم بچه ها 3 ماه از سال گذشته، مثلا سال دیگه میدونم دیگه، 3 ماه از سال میگذره، یهو مثلا داریم اونجا مثلثات درس میدیم، اوج درسیم، یکی میگه آقا کتاب چی بگیریم. خب بریم بعد. نامعادله رو میگه حل کن. خب نگاه کن، اول چیکار کنی؟ این 5 رو ضرب کنی. یه بار 5 ضرب در 3 میشه، یه بار ضرب در 2. پس میشه 15 منهای چی؟
ده x. اینجا هم چی شده؟ سه منهای 2x. خوب اگه به حرف من جلساتی پیش گوش کرده باشی، گفتم اونی که ضریبش کوچیک‌تره رو جابجا کن. اوکی خب. پس الان منفی 2x میاد این ور میشه مثبت 2x. با این منهای 10x میشه منهای 8x. درسته؟ 15 هم تشریف میاریم و 3 منهای 15 چند میشه؟ میشه منهای چی؟ 12. قبوله؟ حالا آقا الان ببین این منفی ها رو بزنم این علامت هم تغییر میکنه میشه این و درسته؟ میشه 12 کوچیکتر مساوی 8x یا 8x بزرگتر مساوی 12. حالا x چی میشه؟ x میشه بزرگتر مساوی 12 8م. ساده کنیم به 4 میشه 3، اینم به 4 میشه 2. پس x میشه بزرگتر مساوی 3/2. الان که برمیگردم یا این علامتش اون بره، خب این اینجوری بزرگتر از این باشه یا اینجوری بزرگتر از این باشه چه فرقی میکنه؟ چه 2 ضرب در 3 چه 3 ضرب در 2 دیگه. چه حسن کچل؟ چی؟ کچل حسن. ها؟ آره سالی؟ درسته؟ عوض کن. بسته؟ خب. چی شده؟ یه بار دیگه توضیح بدم، یه بار دیگه توضیح میدم. آقا این 5 رو ضرب کنید. 5 صدا 15 تا، اینم میشه منفی 10x. اینم 3 منهای 2x. همیشه 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 اونی که ضریبش کوچیک‌تره رو جابجا کن. الان این 2 این 10، پس اینو من میارم اون بر. میشه مثبت 2x منهای 10x میشه منهای 8x. با همین علامت 15 هم بریم و 3 منهای 15 چی میشه؟ 12 میشه. میشه منفی 12. حالا منفی 12 بزرگتر مساوی منفی 8x. منفی ها رو بزنم علامت متغیر x من تغییر کرده شده مثبت. پس هر وقت علامت متغیرت عوض شد علامت بزرگتر کوچیکتری هم چی میشه؟ عوض میشه. ایشون اینور بوده حالا میشه اینور. میشه 12 کوچیکتر مساوی 8x که x میشه چی؟ بزرگتر مساوی 3/2. حالا میتونی اینوریش هم بده. اینو که الان سوال قبل بود اصلا. سب که آخر کلاس. چرا کوچیکه رو جابجا کنیم؟ برای اینکه تو این علامت اینجا به مشکل بر نخوریم. همیشه کوچیکه رو جابجا کن که اگه خواستی این علامت ها رو بزنی به مشکل بر نخوریم. بله بله حتما هم ساده کنید. حتما هم تا جایی که امکان داره ساده کنید. نفهمیدی چرا منفیاشون رفت؟ یا خدا معادله حل کردی؟ منفی 2x مساوی منفی 4. خب منفی ها رو میزنی دیگه ساده میشن دیگه. مثل میمونی که آقا من چرا غذا میخورم؟ منفی ها رو بزنی بره دیگه. خب میگه خط دی به معادله ایشون رو روی محور مختصر رسم کنید. خب خب مبینا تو اشتباه کردی دیگه. مبینا من که درست حل کردم تو اشتباه کردی. ایمانت ضعیف شده. ایمانت رو قوی کن. به دین ما روی بیا و خدا بران چه انجام میدهید آگاست. معمولا مثلا بین 12 تا مثلا 14 تا سوال تون تون. با نمکی از خودتون. کجا با نمکی؟ این معادله ایشون روی محور مختصر. آقا اینجا ما عرض از مبدا داریم دیگه درسته؟ پس یه بار به x صفر بدی یه بار به y صفر بدی. خب یه بار به x یه بار به y درسته؟ خب. به x صفر بدم میشه چند؟ به x صفر بدم y میشه منفی 2. درسته؟ خب. به y صفر بدم میشه 3x منهای 2. درسته؟ بیا اینور 2 میشه مساوی 3x.
x میشه دو سوم. ولی بچه تو اینجا دو سوم مشخص کردن کار آسونی نیست دیگه. قبول داری دو سوم مشخص کردن کار آسونی نیست. پس آقا اصلا صفر و صفر نده. مثلا به y صفر نده. همش به x عدد بده. هیچ فرقی نمیکنه. هر جوری که تو دوست داری، هر جوری که خودت میخوای، هر کدوم که خودت دوست داری عدد بده. اصلا دو تا عدد رو به y بده، دو تا عدد رو به x بده، یه دونه به x بده، یه دونه به y بده. اول به y بده، بعدم به x بده. هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. میخوام به جای x چند بذارم؟ یک بذارم. سه یکی سه تا منفی دو میشه یک. قبوله؟ پس توی صفر میشه منفی دو. توی یک هم چند شده؟ یک. حالا ببین اونجا اگه به y صفر میداد دیگه نمیاد دو سوم. این همون دو سومته دیگه. این همون چیه؟ دو سوم. ولی چون نمیتونستی توی صفحه شرطنجی مشخص کنی این شکلی ده. دوست دارید همیشه صفر و یک بذارید. هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. خب میگه شیبه خطی که از این دوتا نقطه بگذره. آقا فرمول شیبه خط چی بود؟ ام مساویه با ایگرگ دو منهای ایگرگ یک، ایکس دو منهای ایکس یک. درسته؟ خب این مثلا بگیریم دو، اینو بگیریم یک. این نقطه اول، این نقطه دوم. ایگرگ دو چنده؟ پنج. منهای منهای یک، ایکس دو هم چنده؟ دو. منهای چهار، ایشون میشه شیش، ایشون هم میشه منفی دو، جواب میشه منفی سه. میگه معادله خطی بنویسید که شیبش 3 باشه و نقطه ایشون بگذره. معادله خط پیشرفته بهتون یاد دادم. معادله خط پیشرفته بهتون یاد دادم و تبارک الله احسن و خالقین، واقعا فوق العاده هستین. y منهای y صفر، m در x منهای x صفر. درسته؟ اینو میتونید واسه خودتون چیکار کنید؟ اینو میتونید واسه خودتون مثلا تو چک نویس اینا بنویسید. واسه اینا ننویسید. خودشون نمیاد. که ما اینجی راحت حل کنیم. آقا ایشون y صفره، ایشون هم x صفرته. جای y صفر میذاری دو، جای x صفر میذاری یک، میشه y منهای دو. شیبش هم چند گفته؟ سه دیگه، تموش. سه در x منهای یک میشه y مساوی سه x منفی سه، مثبت دو میشه منفی یک. این میشه معادله خطش. حالا من دوست دارم n بذارم. تو هر چی دوست داری بذار. اصلا تو بذار هویج. چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که ضریب x میدونیم چیه؟ شیب خط. درسته؟ محلا درسته؟ نه نمیشه. فقط با همین روش. فقط با همین روش حل میکنی. چون ببین از سال دهم به بعد ما با این روش کار داریم. از همین الان یاد بگیر اینو. روش دیگه ای نداریم. یه فرمول حفظ می‌کنی، جاگذاری می‌کنی. نه دیگه، چون 3 1 اینجا میشه منفی 3، مثبت 2 بره اونور میشه منفی 3، به علاوه 2 میشه منفی 1. عرض از مبدأش منفی 1. هم با روش جایگزینی حل می‌کنم هم حذفی. هم با جایگزینی حل می‌کنم هم حذفی. اینو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم. خب آقا چیکار کنیم؟ اینو ضرب در یه منفی دو کنیم دیگه. میشه منفی دو ایکس به علاوه شیش ایگرگ منفی چارده. اینجا هم دو ایکس منهای هفت ایگرگ مساوی پونزده. بریم بزن بزن، بریم بزن بزن. اینا رو میزنیم میشه منفی ایگرگ مساوی یک. پس ایگرگ من در میاد منفی یک. قبوله؟ تو یه دونه جاگذاری کنم به فرض اینجا. ایکس منهای سه در منفی یک شده هفت. ایکس میشه مثبت سه شده هفت. پس ایکس میشه هفت منهای سه میشه چهار. خب این میشه چی؟ این میشه ایکست، این هم میشه ایگرگ. این به روش حذفی. اصلا بزن بزن اصلا عالیه. محمد نوروزی اون فرمول شما میرید داخل کانالمون، داخل کانالمون جلسه اول رو میبینی، توضیح دادم اونو.
بریم سراغ چی؟ بریم سراغ روش جایگزینی. آقا روش جایگزینی داستانش چیه؟ داستانش اینه یکی رو بر حسب اون یکی می‌نویسیم. مثلا x منهای 3 y مساوی 7. شما میگی من به جای x میتونم بذارم 7 به علاوه 3 y. مگه نه؟ مگه نه؟ راحت دیگه. اوکی دیگه. اوکی. من به جای x میخوام اینو بذارم. خب به جای کدوم x؟ به جای این x. بیا اینجا. میشه چی؟ 2 ضرب داره. به جای x چی میذارم؟ 7 به علاوه 3 y. منهای 7 y مساوی چند؟ 15. خب 2 هفتا 14 تا زد بلدید 2 سه تا 6 تا منهای 7 ایگرگ شده چند؟ 15. حالا 6 ایگرگ منهای 7 ایگرگ میشه منفی ایگرگ، 14 هم تشریف شده برای اونور میشه 1، پس ایگرگ شده چند؟ منفی 1. قبوله؟ آقا ایگرگ اینجا چند بود؟ منفی 1. چه فرقی میکنه؟ با هر روشی که دوست داری حل کن. حالا به جای ایگرگ بده منفی 1، این بس میشه منفی 3. 7 منهای 3 چهار، پرسپولیس میشه. فردا شما بشم هست. قربون شما. بله. نهم بود برای سایت ثبت نام کرده بود دیروز براش توی خود سایت. بله. توی بخش کلاس های من. بله. اگر اضافه نکرده بود به کلاس هاش اون درس مربوط به شب امتحان نهم اضافه شد. توی شب امتحان اینا رو تکرار کنید. اینا رو تکرار کنید. شب امتحان نهم برای بچه ها توی درس‌های متفاوت آپلود شده، مبحثش یا دبیرش کنارش نوشته شده. اگه وارد کلاس بشن توی کلاس‌های من اون پایین می‌تونم هم جزوه رو دانلود کنم، هم فیلم‌ها رو می‌تونم ببینم و فیلم‌ها یک دقیقه بهم مهلت بدن چون فیلم باید لود بشه اول بعد بیاد بالا. من می‌تونم از کلاس‌های قبلی هم استفاده کنم بهتر. این شد از این بحث. بله. و اینکه آدرس سایت رو اگر نرم بهشون بدین چون خیلی خیلی ثبت نام کردن و این داخل سایت نرفت. آره داخل سایت ثبت نام کردن شیبه ثبت نام شما بهشون گفتیم چون خیلی سوال چجوری تو کلاس شرکت کنیم و تاکید کنیم که این لینک کلاس هم قرار میگیرم هم احتمالاً برای هفته آینده من یه جلسه باشون دارم های بالا بندیان که اصلا برای زبان از دو هفته جلسه وقت گرفته بودیم رزرو کرده بودیم تایم روز یک شنبه 3:30 تا 5:30 بمب زبان اینجا توضیح میدم بهشون چه خبره هست. من خودم بهشون توضیح میدم چه خبره. شما من هستم احتمالاً دکتر خاکی هستم یه کلاس دیگه من که سوال خیلی پرسند همون استدلالی که من کردم من بهشون توضیح میدم. آره بهشون توضیح بدیم ولی اینکه این روش ها و این شیوه تدریس کلا به درد اونهایی که علاقه من به تیز گوشانان مدلتی هم هستن میخوره. اینطور نیست که بگیم صرفا در سطح کتاب خیر فراتر از سطح کتاب یا همین تکنیکای اقتصادی که شما میگین سایر تکنیکایی که میگین فقط نگران بود خیلی امروز حجم سوالات تو واتساپ بالا بود بعضی واقعا نمیرسن نمیشه دیگه مثلا کنکور هست 11 هست نکته و تست کنکور هست شب امتحان 12 هست 11 تخمیا در نظر بگیرید بچهای برنامه نویسی هستن المپیاد دوره اول و دوره دوم هستن بزنیم به تخته این تخته کجاست پشتیبانا نمیرسن من اینجا میذارم به تخته از این کار رای آره کیا بردارید نمیرسن بچه ها از بچه واقعا عذرخواهی میکنم بابت اینکه بعد وقت دیرشون جواب نمیدن واقعا از پیام بالا چشم نه من رو یادم قربون شما اصلا مخلصم بچه این 20 بفرستن اگر منتظرم ها 20 تا کم آقا 20 تا کم ماشاءالله باری کرد الان میدین دیگه الان دیگه صد دیگه حل قربون شما. خب بچه‌ها این توضیحات من آخر کلاس میدم بهتون یه باری فقط باشین که بدم این توضیحات. خب این هم از حل. خب گفته حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. من توضیح میدم آخر بچه‌ها من توضیح میدم من آخر همه رو توضیح میدم فقط تشریف داشته باشین که من توضیح بدم. خب حاصل عبارت های زیر را میگی به دست بیارید. آقا به دست بیارید نگاه کنید بچه‌ها مخرج مشترک گرفتنه. خب دو تا کسر رو می‌خوای بعداً دیگه جمع کنی کم کنی فقط دقت کن این ذره سوالش سخته
اگه قرار مخرج مشترک بگیری اول بیا ببین تو مخرج چه عامل هایی وجود دارن. این x2 منهای 4 قبول داری مزدوجه؟ میشه x منهای 2 x بعده. خب مخرج مشترک به چی باید بگیرم؟ به عضوهای مشترک و غیر مشترکش دیگه. حله؟ یکم بزرگتر کنم باش. به عضوهای مشترک و غیر مشترک. عضو مشترکش چیه؟ x به علاوه 2. بذار من یه خط اینجا میکشم. این x به علاوه 2 هست. تو هر دوتا هست. هم تو این کس هم تو این کس. دیگه چی نیست تو این کس؟ x منهای 2. پس x منهای 2 هم اینجا دارن. پس آقا این کسر اول هم هر دوتا اینا رو داره. پس خودش اینجا مینویسم. 2x 2 منهای 16. اما کسر دوم x منهای 2 نداره. پس این وقتی تو x منهای 2 ضرب میشه ایشون هم تو x منهای 2 ضرب میشه. درسته؟ اینی میونه اگه آقا 1 ششم به علاوه 2 سوم. پس 3 وقتی ضرب در 2 میشه اون 2 هم ضرب در 2 میشه دیگه. اینم داستانش همینه. x به علاوه 2 وقتی ضرب در x منهای 2 میشه ایشون هم ضرب میشه. حالا اینا رو با هم دیگه ضرب کنم چی میشه؟ x در x اینجا منفی داره، منفیشو بذارم اول. x در x میشه x2. x در منفی 2 میشه منفی 2x. 4 در x میشه 4x. من یکم بیارمش این برتر. چهار دوتا هم میشه منفی 8. قبوله؟ خب اینا که میشن چی؟ 2x. حالا این منفی توشون تأثیر داده بشه. آقا این منفی توشون تأثیر داده بشه. درسته؟ خب میشه منفی x2 منفی 2x. منفی در منفی 8 میشه مثبت 8. قبوله؟ آره آره درست. قبوله تا اینجا؟ خب حالا 2x2 منهای x2 چند میشه بچه ها؟ این پایین می‌نویسن. 2x2 منهای x2 میشه x2 منفی 2x منفی 16 به علاوه 8 میشه منفی 8. درسته؟ بر روی چند؟ x به علاوه 2 x منهای 2. حالا بگو ببینم بالا رو تجزیه کن واسه من. دو تا عدد پیدا کن ضربش بشه منفی 8 جمعش بشه منفی 2. دو تا عدد پیدا کن سری دو تا عدد پیدا کن. باریکلا منفی 4 و 2 دیگه. منفی 4 و چند؟ 2. جمعش ضربش میشه منفی 8 جمعش میشه منهای 2. پس میشه x منهای 4 x به علاوه 2. پایین هم چی داشتیم؟ x به علاوه 2 x منهای 2. آقا بریم بزن x به علاوه 2 با x به علاوه 2 میره و جواب میشه x منهای 4 بر روی x منهای 2. تموم. تو میگم زیادترینش همین بود دیگه. دیگه از این زیادتر نداره. حله قیصر میگه که حله گفتم تو همه محله گفتم. بعد میگه که با تو حله گفتم هر چی که خواستی بله گفتم. زیبا نبود؟ اینو قیصر میگه. اینو یاد دیگه آهنگ شاد. من دوران دانشگاهم ما اگه هیچی نفهمیدی باید بری ویدیوهای منو ببینی. خب معلومه الان اگه تا حالا هیچی از این نفهمیدی نمیفهمی الان. نه من دوران دانشگاه بودم یه 7-8 سال پیش، برای اینکه صبح بتونم از خواب پاشم و برم کلاس با هیچ آهنگی غیر از مثلا این آهنگ و آهنگ هست میگه حامد پهلانه مثلا با اینا بیدار میشدم. غیر این اصلا بیدار نمیشدم واقعا. آره فصل چهارم همین هایی که اومده بود دیگه. این بالا حل کردیم از فصل چهار که در حد این مثلا فصل چهار اینه مثلا اینجوریه اینا فصل چهار هم دیگه. مثلا 1.75 سال هم سوال فاید چون من 10 دقیقه دیگه کلاس دارم. بجومیم بقیه رو حل کنیم.
خب آلارم صدا جیغ خودته، چه سمی هستی تو، چه سمی هستی واقعا. یه لحظه وایسین بچه‌ها. بله قربان. ببخش حل بیا اینجا آقا، اینا رو میگه با هم دیگه ساده کن. اول اینکه ایشونو یه تجزیه بکن لطف کنی تجزیه بکن. یه ایکس که اینجا داری ضرب در کار آقا، دو تا عدد پیدا کن، ضربش منفی 15 جمعش منفی 2، بزرگ کنم در. خب اون ور هست که اسکرین شیر، اون ور هست که من این ور الان ندارم آخه اینو بزرگش کنم اونقدر. خب بیا دو تا عدد پیدا کن، ضربش بشه منفی 15 جمعش بشه منفی 2، میشه x منهای 5 x به علاوه 3. حل تا اینجا خب، بالا چی داشتیم؟ یه x به علاوه 3 داشتیم در x2. آقا میخوام بریم بزن. آقا ایشون با ایشون میره، قبوله؟ این x هم با یه دونه از تواناش میره، پس چی میشه؟ میشه x بر روی x منهای 5. حله؟ این هر سال همیشه سواله، هر سال سواله. خیلی خفنه. بیا اینجا نگاه کن آقا، ایشون x قبول داری؟ ایشون هم x به توان 3. نسبت به این x به توان 3 چند تا x کم داره؟ این x نسبت به x به توان 3 چند تا x کم داره؟ بگو ببینم چند تا x کم داره؟ دو تا دیگه، درسته؟ پس من میام x رو زد در چی میکنم؟ x به توان 2. ولی با چه علامتی؟ با چه علامتی؟ علامت خود x منفی x 2 هست. حله؟ پس اینجا چی میشه؟ منفی x به توان 3 منهای 6 تا x 2. حالا بیا اینجا، حالا علامت ها رو باید قرینه کنم. منفی میشه مثبت، منفی میشه مثبت. بزنیم بره. 8x2 6x2 میشه 14x2 منهای 12. خب x رو زد در چی کنم بشه 14x2؟ x رو زد در چی کنم بشه 14x2؟ بودو بگو ببینم. بودو باریکلا. پس اینجا میشه چی؟ 14x میشه 14x2 به علاوه 84 x. حالا علامت رو قرینه کنم، این منفی این منفی، اینا هم با هم دیگه میره. چی مونده؟ منفی 84 x منهای 12. آقا به x چند بدم؟ به x چند بدم؟ بگو به x چند بدم. 8x چیه؟ چی شده؟ آره وای ببخشید سوتی دادیم. البته من که سوتی نمیدم، من ندیم، سوتی رو شما میدید. خب این میشه چی؟ میشه 6x2 به علاوه 8x منهای 12. ببخشید بچه ها، ببخشید. خب بیا اینجا چی کم داره؟ 6x 6x2 به علاوه 36x منفی بزن منفی 36 به علاوه 8 x چند میشه؟ 28 دیگه. حالا x نسبت به منفی 28 x چی کم داره؟ یه منفی 28 میشه منفی 28 x، اینم میشه منفی 6 8 تا 48 تا 6 تا 12 تا 12 و 4 میشه چند؟ 16. حالا قرینه اینا با هم دیگه میرن. 168 منهای 12 152 ایشون میشه r باقی مونده، ایشون میشه چی؟ خارج قسمت. ایشون چی میشه؟
چی شده؟ چی شده؟ چی میگید؟ 156 چیه؟ 89. آره دیگه، کی میگه 2 میشه؟ کو؟ من اینجا چی گذاشتم؟ من اینجا گذاشتم 6 دیگه. من اینجا چند گذاشتم؟ 656 دیگه، چی مینویسید؟ کو؟ الان کو؟ آقا این چنده؟ 156 دیگه. من گردن نمیگیرم، من گردنگیرم خرابه. اینم چی میشه؟ مقسومان اله، درسته؟ اینم که مقسوم. خب گردن چیه؟ نداریم. خب بیا اینجا بینم، شکل روبروی نیمکره به قطر 20 سانتی متر رو میگه چیشو بیابید؟ مساحتشو میگه بیابید. آقا مساحت اینو میخواد. مساحت کره چی میشه؟ مساحت کره چی میشه؟ مساحت کره چی میشه؟ بگید، بگید مساحت کره چی میشه؟ اس کره تو اون جزوه که تو کانالتون گذاشتم هست 4 تا پی آر 2، درسته؟ ولی الان ایشون چیه؟ نیم کره. پس که تقسیم بر 2 میشه دیگه، میشه چی؟ 2 تا پی آر 2. آقا قطرش 20ه، پس شعاش چنده؟ 10ه. پس چی میشه؟ 200 پی. اگه به شما گفته ماشین حساب مجازه، فقط واسه اینه که این پی رو بگیری 3 عدد صحیح و 14 صدم که حلش کنی. اونم تازه نیاز نیست، این دوتا صفر رو میبینی با این اشار میره، چون دوتا اشار قبل داره دیگه، میشه 2 ضرب در 314. 2 4 تا 8 تا 2 1 2 تا 2 3 تا 6 تا میشه 628. بله همین، همین. بیا اینجا آقا، سوال چی گفته؟ میگه نسبت حجم به سطح کل مکعبی به طول ضلع آ. آقا نسبت حجم به سطح کل مکعب، سطحشو خواسته، درسته؟ خوب نگاه کن. پس ایشون چی میشه؟ V میشه A به توان 3. ایشون هم چی میشه؟ 6 A 2. این توان 2 با این 3 از بین میره، میشه A 6، میشه 1 6 A. آره آره آره، متوجه نشدی؟ نگاه کن، مکعبه، مکعب چند تا وجه داره؟ 6 تا، درسته؟ 1 2 3 4، بعد کجا میشه اونور؟ پایین 5 بالا 6، درسته؟ هر کدوم از مساحت های مربع میگه آدو نیست. خب وقتی 6 تا است میشه 6 تا آدو، درسته؟ پس پایین میشه 6 تا آدو. حجم بشم که چیه؟ آب توان 3. خب آب توان 3 برای 6 تا آ 2 ساده بشن میشه آ 6 که میشه 1 6 آ، 1 6 برابره. آقا روش هورنر واسه اینجا نیست، خودت دبیرستانو ول کنی روشو، همینی که میگم بنویس. بیا اینجا، اینجا چی گفته؟ حجم مخروط رو میخواد. خب بگید ببینم حجم مخروط چی میشه؟ V 1/3 P R 2 H. قبوله؟ ارتفاع چنده؟ 4. 4. R چنده؟ 3. پس میشه 1/3 P ضرب در 9 ضرب در 4. 3 به خودش یه مرتبه، 9 هم 3 مرتبه، میشه 12 P. حالا پی رو اگه بگیریم 3 عدد صحیح و 14 صدم، اون ماشین حساب قشنگ تو در میاری حساب میکنی، نه اینکه ما بی سوادیم وقت نداریم. اینا رو تو هم دیگه ضرب میکنی میشه حجمش. خب این از اینم سوال 96 بچه ها. این هم سوال، یه من توضیح بدم، نگاه کنین، نه توضیح بدم بهتون، همه حواسه اینجا باشه، لطفا کسی نره، لطفا کسی نره. نا کنید، اونایی که توی سایت ثبت نام کردن، خب
میرید داخل سایت، حالا سایتمون رو براتون میگم اینو. خب چه اونایی که ثبت نام کردن تا الان از دیروز براشون میتونن برن داخل قسمت کلاس های من. اون قسمت کلاس های من قشنگ برای تا اینجایی که کلاس گذاشتیم هم ویدیوهاش هست هم جزوه‌هاش هست، واسه درس علوم تجربیتون، واسه درس ریاضیتون که خود علوم تبدیل میشه به زیست و فیزیک و شیمی که دکتر خاکیو، دکتر زنده‌دلو و دکتر شکوریان عزیز اومدن چیکار کردن؟ تدریس کردن. خب تا اینجا فصلای مربوط به خودشون از کتاب علومتون رو. خب هم بهتون جزوه‌هاش هست هم فیلم‌هاش هست. خب پس اونایی که ثبت نام کردن الان براشون بازه، میرین داخل سایت یوزرنیم پسورد خودتون رو وقتی بزنید میرین داخل سایت میرین درست کلاس همه اینا موجوده. حالا اونایی که ثبت نام نکردن تشریف میبرید ثبت نام میکنید داخل سایت، خب و این ویدیوها رو میبینید. علاوه بر این کار تو کانالمون هم ویدیوهای تدریس ما از اول تا الان هست، تو این 4-5 جلسه که با هم دیگه ویژه امتحان نهایی کار کردیم هست. اینم هست درسته. حالا اونایی که بله گذاشته شده، کی گفت ریحانه باید بری تو قسمت کلاس های من؟ گذاشته شده. خب اگر ثبت نام توی سایت رو بلد نبودید به واتساپ ما پیام میدید، داخل واتساپ راهنماییتون میاد که چطور ثبت نام. حالا امروز ممکن روز کاری نباشه که قطعا جمعه روز کاری نیست و شما مشکل بر بخواید تو جواب دادن اپراتورهای ما، فردا قشنگ اگه این روز پیام بدیم بهتون توضیح میدم که چطوری تو سایت ثبت نام کنید اگه بلد نبودید. اینم از این. یه چیزی راجع به زبان بگم، ناگهان من حدوداً 10 سال پیش کنکور دادم. خب وای دیرم شده اینو فقط بگم، من 10 سال پیش کنکور دادم. خب استاد زبان من، خب همین شخصی که برای شما داره میاد درس بده، خب استاد بالابندیان، خب یه دبیر واقعا خفنیه که من تو عمرم زبان مثل ایشون ندیدم. زبان اون چیزی که بیرون میرید آموزشگاه یاد میگیرید با اون چیزی که تو مدارس و کنکورتون باید یاد بگیرید خیلی فرق میکنه. خب ما داشتیم کسایی رو که آیلتس داشتن، تافل داشتن ولی کنکورشون رو کم زدن. باورتون نمیشه من رسیدم وقتی به زبان دفترچه عمومی 5 دقیقه مونده بود کنکورم، دفترچه عمومی تموم شده که دفترچه عمومی رو میگیرم بعدن اختصاصی ها رو میدن، 5 دقیقه مونده، تو 5 دقیقه زبان رو زدم 60%، تو 5 دقیقه. اینقدر یعنی خفنه. خب حتما کلاسشو میای میبینید که اصلا بترکون کولاک، یعنی اصلا بهتون میگه دیدتون نسبت به همه چی عوض میشه. خب پس فصلشو دقت کنید که بهتون اعلام میکنم داخل کانال باشید بهتون اعلام میکنم، یک شنبه است داخل کانال باشید بهتون اعلام میکنم، تو سایت هم باشید اطلاعیاش میاد. آقا من خیلی دیرم شده، خیلی خوبید، خیلی مخلصیم، یه دونه اید انشالله فردا 20 بگیرید. فردا بعد امتحان میشه همه تون من پیام بدید و بگید امتحان رو چطور دادین. هم میتونید داخل اینستاگرام بهم بگید، هم شماره هم هست تو واتساپ میتونید بگید، تو تلگرام میتونید، فقط به من یه پیام بدید بگید امتحان چطور بوده. حله؟ باشه یک شنبه بگید. حله؟ آره پی وی یا واتساپ هم بگید یا چی تلگرام. اوکی، یا علی خدا نگهدار.